اجرای اسناد فروش سلاح و مهمات به مبلغ 195 میلیون دلار به مالکی برای سرکوب مردم و عشایر عراق از سوی رژیم آخوندی. رویتر 5 اسفند 92. ابراز نگرانی کمیته تحریم‌های شورای امنیت. یک مقام آمریکایی گفت هر گونه انتقال سلاح از ایران به کشور ثالث نقض آشکار التزامات قطعنامه 1747 شورای امنیت از سوی رژیم ایران است. اسناد افشا شده نشان می‌دهد که 6 قرارداد از 8 قرارداد با حکومت مالکی توسط صنایع دفاع رژیم آخوندی امضا شده است تا به این حکومت مهمات تانک و توپ و خمپاره و همچنین سلاح‌های متوسط و سبک برساند. رویتر 24 فوریه 2014. گزارش اختصاصی از بغداد. عراق قرارداد خرید سلاح از رژیم ایران را امضا کرد. بنا به سندی که به دست رویتر رسیده است، رژیم ایران قرارداد فروش سلاح و مهمات به عراق به مبلغ 195 میلیون دلار را امضا کرده است. این حرکتی است که تحریم سازمان ملل علیه فروش سلاح از سوی رژیم تهران را نقض می‌کند. این توافق در پایان نوامبر امضا شد و اسناد به دست آمده نشان می‌دهند که درست چند هفته بعد از اینکه نوری مالکی نخست وزیر عراق از واشنگتن برگشت امضا شده است. مالکی در واشنگتن از دولت اوباما خواستار دریافت سلاح بیشتر شده بود. برخی در واشنگتن از تأمین تجهیزات نظامی حساس آمریکا برای حکومتی که بسیار به رژیم ایران نزدیک شده است نگرانند. چند قانونگذار عراقی گفتند مالکی این توافق را امضا کرده زیرا حوصله او از تأخیر در تحویل گرفتن تسلیحات آمریکا سر رفته است. یک سخنگوی نخست وزیر عراق این فروش را نه تأیید و نه تکذیب کرد، اما گفت چنین توافقی با توجه به شرایط امنیتی عراق قابل درک خواهد بود. علی موسوی گفت هیچ چیز ما را از خرید سلاح و مهمات از هیچ طرفی منع نکرده است. یک مقام آمریکا راجع به این خبر به رویتر گفت چنین توافقی ممکن است بیش از پیش سیاست مذاکرات واشنگتن با رژیم ایران را در خصوص کاهش تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی پیچیده کند. یک مقام آمریکا که نخواست معرفی شود گفت اگر خبر این قرارداد درست باشد نگرانی‌های جدی را برمی‌انگیزد. وی گفت هر گونه انتقال سلاح از ایران به کشور ثالث نقض آشکار التزامات رژیم ایران طبق قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل است. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران از جمله موارد درج شده در این قطعنامه است. بنابر این گزارش قراردادهای تسلیحاتی منعقد شده میان رژیم ایران و حکومت عراق از جمله عبارتند از مهمات اسلحه سبک و نیمه سنگین به قیمت 75 میلیون دلار، مهمات تانک، توپخانه و خمپاره انداز به قیمت 75 میلیون و 178 هزار دلار، اسلحه سبک و نیمه سنگین به قیمت 25 میلیون و 436 هزار دلار، مهمات توپخانه 155 میلیمتری به قیمت 16 میلیون و 375 هزار دلار و دوربین های دید در شب و تجهیزات هدایت کننده خمپاره به قیمت 7 میلیون و 320 هزار دلار. یک منبع دیپلماتیک سازمان ملل نزدیک به کمیته تحریم‌های شورای امنیت علیه رژیم ایران گفت از قرارداد تسلیحاتی بین رژیم ایران و عراق آگاه است و نسبت به آن ابراز نگرانی کرد. وی در این حال از افشای جزئیات راجع به این نگرانی‌ها اکراه نشان داد. این اسناد رسمی نشان داده است که 6 قرارداد از 8 قرارداد توسط صنایع دفاع رژیم ایران امضا شده است تا به حکومت عراق سلاح‌های سبک و متوسط و خمپاره انداز و مهمات تانک علاوه بر توپخانه و خمپاره بدهد. 2 قرارداد دیگر با صنایع الکترونیک ایران امضا شدند که به موجب آن حکومت عراق عینک‌های دید در شب و تجهیزات ارتباطی و تجهیزات هدایت سلاح‌های خمپاره‌ای از رژیم ایران خریداری می‌کند. بنا به این اسناد، مقاماتی از وزارت دفاع حکومت‌های عراق و ایران این توافق‌ها را امضا کردند. آنها جدول زمانی برای تحویل این سلاح‌ها به عراق را ندادند و تأیید این که این توافق‌ها عملی شده باشند امکان پذیر نبوده است. یک مقام امنیتی غرب گفت
کارشناسان دولت آمریکا بر این اعتقادند که قرارداد تسلیحاتی بین رژیم ایران و حکومت عراق مدت هاست که در جریان است. نزدیکی فزاینده بین این دو حکومت برای آمریکا آزاردهنده بوده است، چرا که آمریکا پیشاپیش رژیم ایران را متهم کرده است که برای حکومت سوریه از طریق عراق تسلیحات ارسال می کند. تسلیحات خریداری شده از رژیم ایران توسط حکومت عراق که سلاح‌های خود را از آمریکا دریافت می کند، مانند یک قطره در قبال دریاست. حکومت عراق از روسیه نیز هلیکوپترها و تسلیحات تهیه می کند. خبرگزاری فرانسه: نگرانی آمریکا از معامله سلاح بین رژیم‌های ایران و عراق. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ما این گزارش‌ها را دیده‌ایم و قطعاً موجب نگرانی جدی ماست. هر نوع انتقال تسلیحات از ایران به هر کشور ثالث نقض مستقیم تحریم سازمان ملل است. خبرگزاری فرانسه نیز روز 25 فوریه از واشنگتن گزارش داد: آمریکا به عراق در مورد گزارشات معامله سلاح با ایران فشار می‌آورد. آمریکا روز دوشنبه به عراق فشار آورد تا در مورد گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر اینکه قراردادی برای خرید تسلیحات از رژیم ایران امضا کرده است توضیح دهد، چرا که این اقدام طبق تحریم‌های سازمان ملل ممنوع است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما قطعاً این گزارش‌ها را دیده‌ایم و این موجب نگرانی جدی ماست. توافقی که توسط حکومت عراق در ماه نوامبر برای خرید 195 میلیون دلار تسلیحات از رژیم ایران امضا شده است، روز دوشنبه در بغداد توسط رویتر گزارش شد. جن ساکی گفت: هر نوع انتقال تسلیحات از ایران به کشوری ثالث نقض مستقیم تحریم سازمان ملل است. ما خواستار توضیحات در مورد این موضوع از دولت عراق هستیم و می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که مقامات عراقی بفهمند قوانین بین المللی محدودیت هایی را در تجارت سلاح با رژیم ایران به اجرا می گذارد. خبرگزاری فرانسه افزود: در اوایل ژانویه جانشین رئیس ستاد نیروهای مسلح رژیم ایران پاسدار محمد حجازی گفته بود که این رژیم آماده تأمین تجهیزات نظامی و مشاوره برای حکومت عراق است و یک ماه بعد مالکی از ایران بازدید کرد.